پروژه تفکر و تعمق در کلمات مکنونه به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت رب اعلی. طرز نشستن: شما می توانید روی زمین بنشینید و یا روی صندلی. در این صورت دستها روی زانو. در هر صورت باید به راحتی جالس گردید. مطلب مهم این که کمرتان باید کاملا راست باشد، به طوری که قوسی در بالا تنه ایجاد نگردد. در تمام مدت تفکر باید در حالت بالا باشید، ولی اگر احساس خستگی کردید، برای مدت کوتاه از حالت بالا در آمده کمی استراحت کنید. بعد از آن که به خوبی نشستید و دستور عمل بالا را انجام دادید، برای مدت کوتاه به آرامی نشسته و دیگر حرکتی نکنید. حال موقع آن رسیده که توجهتان را به نفس کشیدنتان معطوف دارید. مراحل نفس کشیدن: توجه به نفس کشیدن خود نمایید، یکی درون دمیدن و دیگری برون دمیدن. سعی نکنید نفس کشیدنتان را کنترل کنید، فقط به طور معمول نفس بکشید. توجه به درون و برون نفس کشیدن خود کنید و ببینید کدام طولانی تر است. موقعی که نفس میکشید توجه کنید کدام قسمت بالای بدنتان متاثر میشود. آیا قسمت بالا جایگاه شش هاست یا قسمت پایین، جای شکم؟ توجه کنید آیا موقعی که نفس میکشید تأثیری در پشت بدنتان دارد؟ حالا چشم ها را ببندید و به نقطه‌ای که خود علاقه دارید متمرکز کنید. مثلا روزه مبارکه، مقام اعلی، عکس حضرت عبدالبها و یا هر چیزی که حواستان را متمرکز خواهد کرد. به نام گوینده توانا: ای صاحبان هوش و گوش، اول سروش دوست این است: ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین، و ای هدهد سلیمان عشق، جز در سبای جانان وطن مگیر، و ای انقای بقا، جز در قاف وفا محل مپذیر. این است مکان تو اگر بلا مکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی. به نام گوینده توانا: ای صاحبان هوش و گوش، اول سروش دوست این است: ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین، و ای هدهد سلیمان عشق،
جز در سبای جانان وطن مگیر. و ای عنقای بقا، جز در قاف وفا محل مپذیر. این است مکان تو، اگر بلا مکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی. سپس به کلمات مکنونهی که خواندهای توجه نموده و در حدود 10 تا 15 دقیقه در آن تفکر نموده و فکر کنید که این آیات به چه نحوی در خود شما و در زندگی روزانه تان تأثیر خواهد داشت. به نام گوینده توانا، ای صاحبان هوش و گوش، اول سروش دوست این است: ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین. و ای هدهد سلیمان عشق، جز در سبای جانان وطن مگیر. و ای عنقای بقا، جز در قاف وفا و محل مپذیر. این است مکان تو، اگر بلا مکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی.